فناوری هسته‌ای امروز به یکی از دغدغه‌های بزرگ هر کشور پیشرفته‌ای تبدیل شده. از تولید برق با سوخت پاک غیر فسیلی در نیروگاه‌های اتمی گرفته تا تولید رادیوداروهایی که زندگی سالانه بیش از 1 میلیون نفر در کشور بسته به مصرف این رادیوداروهاست. در آستانه 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای قرار داریم. همه شما قطعاً اسم خیلی از سایت‌های هسته‌ای کشور رو شنیدین و به گوشتون خورده، مثل سایت فوردو، نطنز، بوشهر، آبسنگین عراق و غیره. اما خیلی از شما شاید ندونید که در دل شهر تهران، در خیابون امیرآباد شمالی و در دل سازمان انرژی اتمی، قدیمی‌ترین راکتور کشور به اسم راکتور تحقیقاتی تهران امروز در حال فعالیت. در این برنامه با راکتور تحقیقاتی تهران آشنا شدیم، به آزمایشگاه‌های تولید رادیو دارو رفتیم و با کارشناسان و تلاشگران عرصه علم و فناوری گفتگویی صمیمانه داشتیم. محمد مظفری از شبکه تهران امروز علی‌رغم محدودیت‌های امنیتی جهت تصویربرداری در این مرکز حساس، سعی کردم شما رو با گوشه‌ای از فعالیت‌های اینجا آشنا کنم. با ما باشید. سلام مهندس. سلام. ارادت. خیلی خوش آمدید. وقتتون بخیر. سلامت باشین. قربان شما. به راکتور تهران خوش آمدید. ممنون از ورودی راکتور هست. واسه که داخل راکتور بریم شما هم باید روپوش استفاده کنید، هم دوزیمتر. دوزیمتر چی هست؟ منظورم این دستگاهه. چی هست؟ بنا به قوانین فیزیک بهداشت لازمه وقتی میریم تو محیط پرتوزا حتما از این دوزیمتر استفاده کنیم. میزان پرتوی محیط رو با این فقط میتونیم بفهمیم. پرتوها نه رنگ دارن، نه بو دارن، نه احساس میشن. حتما لازم این دستگاه همراهمون باشه تا اگر به سورس پرتو نزدیک شدیم متوجه. این چجوری آلارم میده این دستگاه؟ این دستگاه آلارم میده، خودش هم میزان پرتوی تجمعی رو اندازه گیری میکنه. خب اینا رو ما الان شما میدیم به ما؟ بله بفرمایید. خواهش میکنم. بله. بفرمایید. اون کلید زرد رو بزنم همین در بسته میشه. سیستم درها چرا اینجوریه؟ اینه گاف صندوق مونه خیلی. در واقع قلب راکتور توی یک محفظه قرار گرفته که فشار منفی اونجا هست. 2 سانتی‌متر ستون آب فشار داخل منفیه. این درها هم کاملا هوا رو سیر میکنه. یعنی ایجاد خلع میشه اونجا؟ خلع نه، فشار منفی. آها. با خلع خیلی فاصله داریم. یه فشار منفی ایجاد میشه به خاطری که این رو کفشی رو لطفاً رو کفشی نسته. بله چشم. اما احساس میکنم احساس کنم دارم اتاق عمل. سیستم این
سیستم اتاق عمل. آقای مهندس، الان ما داخل راکتوریم، درسته؟ بله، تشریف آورید داخل راکتور. عرضم خدمت شما که اصلی ترین بخش این راکتور فکر می‌کنم قلبشه. درسته؟ کجاست این قلبش دقیقاً؟ قلب راکتور ما در عمق 7 متر و 20 سانتی متری این استخر قرار گرفته. بعد چرا تو آبه؟ یک قلب راکتور که یه بار روشن بشه، ران بشه، کریتیکال بشه، به خاطر پرتوهایی که تولید میکنه و این پرتوها هیچ وقت قطع نخواهند شد، حتما باید داخل یک حفاظ قرار بگیره. الان این آب به عنوان حفاظ بر ما عمل میکنه، یکی از حفاظهای ما خود این آب نمیشه، از آب عبور نمیکنن. عمق این استخر طوری طراحی شده که میزان پرتویی که از سطح آب بیرون میاد در حد مجاز. بعد این الان مثلا شما فرمودین 7 متر و 20 سانتی، اون 20 سانتیشه مثلا 7 متر و نیم چه نیست، چون 8 متر نیست. برای تمام اینا ملاحظات محاسباتی داره، با کدهای محاسباتی اندازه‌گیری میشه و از اون طرف هم قیمتی طراحی راکتور بر اساس اینا انجام میشه. درست. آقای مهندس، کارایی راکتور اصلا چیه؟ چیکار میکنه راکتور؟ تو تمام دنیا راکتورهای تحقیقاتی سه تا وظیفه اصلی دارن. اینجا راکتور تحقیقاتیه. اینجا راکتور تحقیقاتیه. بله، راکتورهای قدرت داریم که وظیفه‌شون تولید الکتریسیته است، تولید برقه. یک راکتور تحقیقاتی برق تولید نمی‌کنه. صرفاً کارهای تحقیقاتی باش انجام میدن، آموزشی انجام میدن و تولید رادیو دارو. رادیو داروها که ما سال‌های اخیر وزن زیادی پیدا کرده در کار راکتور، خودشون دسته‌بندی میشن، تشخیصی هستن، درمانی هستن و تسکینی. بیشتر برای چه مثلا بیماری سرطانی این چیزا استفاده میشه؟ خب اونایی که درمانی هستن برای سرطانی هستن، اونایی تشخیصی یا تسکینی برای انواع بیماری ها میتونه استفاده بشه. خدمت شما عرض کنم که بنا به زمان پرتودهی، عنصری که به ما میدن، عنصر اولیه که به ما میدن، ما از امکانات مختلفی که این راکتور داره برای پرتودهی استفاده میکنیم. بعد عرضم خدمت شما که اما از کاربرد راکتور اصلا چی هست؟ چه کاری انجام میشه؟ من خدمت شما یک توضیح اولیه بدم. اینجا یک راکتور تحقیقاتی 5 مگاوات آب سبک قنای پایینه که تمام این پارامترهایی که گفتم برای دسته‌بندی راکتور رو استفاده میشن. با این پارامتر راکتور رو دسته‌بندی می‌کنه. قلب راکتوری که صحبتشو کردیم که در عمق این استخر قرار گرفته، استخرمون هم باز هست، یعنی بعضی از راکتورها استخر باز نیستن. راکتور ما استخر باز هست. اونم باز برمیگرده به ملاحظات طراحی. اگر بخوام فشار رو بالا ببرن و یا مسائل دیگه‌ای لازم به بپوشوننش. ما با فشار جو کار می‌کنیم. دمای ما دمای بالایی نیست. ماکسیموم میتونه 46 درجه باشه دمای قلب راکتور. اون چیزی که من به شما میگم قلب راکتور در واقع یه ماتریس 6 در 9 که سوخت ها رو داخلش چیدیم. این واکنش زنجیره‌ای داخلش انجام میشه، تکثیر پیدا میکنه و به تبع مثلا کروی شکله، یه ماتریسه، یک مکعب شکله. از مهندس پرسیدم آیا زمانی که راکتور در حال فعالیت باشه صدای خاصی داره یا اتفاق خاصی میفته، که ایشون به ما گفتن هیچ فرقی با الان نداره جز اینکه یه نور آبی رنگی در عمق استخر و در قسمت قلب راکتور دیده میشه. اما یک خبر خوش به مناسبت دهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای از زبان دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور. ما توانستیم سانتریفیوژهای توبیولاری که مورد نیاز بخش سلامت بود و سالها بود که نمی توانستن اون رو تأمین بکنن، به عنوان یک دستگاهی که در زمره دستگاه‌های استفاده دوگانه تلقی می شد و در اختیار ایران قرار نمی دادن، برای بخش سلامت ما بتوانیم تأمین بکنیم که بخش سلامت از این دستگاه ها در تولید واکسن های دامی و انسانی استفاده بکنه.
این دو سانتریفیوژ از شاخصه های بسیار پیچیده فنی برخوردارن و تعداد کشورهایی که مبادرت به تولید این تجهیزات کردن بسیار اندک هست در جهان، به خصوص دستگاه زونار رو که هیچ اطلاعی در حدی که بتوانن از مهندسی معکوس استفاده بکنن نداشتن و لاجرم مجبور شدن خودشون از ابتدا طراحی مفهومی رو انجام بدن و نهایتاً طراحی مقدماتی و تفصیلی رو انجام بدن که این رو ما یک دستاورد بسیار بزرگ میدونیم. همینطور که ملت عزیز امروز شاهد بودن که روز ملی فناوری هسته‌ای دهمین سالگردش به حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، سفرهای کشورهای خارجی، مقامات لشکری و کشوری، تعداد از نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و رؤسای دانشگاه و اصناف مختلف که در حوزه حرکت علمی کشور فعال هستند، این مراسم باشکوه برگزار شد و از تعدادی از دستاوردهای اقتدار آفرین جمهوری اسلامی هم رونمایی شد، از جمله از سرریز دانش هسته‌ای اشاره کنم به ماشین‌های سانتریفیوژ اولترا سانتریفیوژ زونال که دو تا محصول خاص و ویژه هستند در زمان تحریم که اصلاً به ما ندادند، ولی با خودباوری به اعتماد به نفس منجر به این شد که با در نظر گرفتن خودکفایی و اینکه ما اتکای به خود داشته باشیم این دو محصول رو از صفر تا صدش رو دوستان طراحی کردن. اون دو تا دستاورد اصلی که رو نمایی شد و شما من در خصوصش گفتید، یه سوالی داشتم میخواستم ازتون بپرسم که راست حسینی 100% این صفر تا صدش ایرانیه؟ 100% متریال، طراحی و اقداماتی که انجام شده بومی و با اتکا به دانش دوستان این پیگیری شد و امروز رونمایی شد. و نه امروز، ما بلکه به خاطر که در شرایط تحریم بودیم توی مقطعی ماشین سانتریفیوژی که حالا دوستان بالاخره تو اون مقطع از خارج و داخل اینا آوردن، خب وابستگی بود، از صد خورده قطعه این ماشین سانتریفیوژ به صدا تشکیل میشه. امروز 100% متریال، تجهیزات، امکانات بومی است و این مجتمع های سوختی هم که امروز رونمایی شد، حتی بعضی از کشورهایی که مدعی هستند قادر به ساختش نیستن، ولی من اسم نمیبرم به دلایلی، قادر به تأمینش نیستن و همین منجر به این شد که ما خودمون بسازیم و بتوانیم با به اصطلاح اقتدار و به اعتماد نفس بگیم که میتوانیم. امروز تنها چیز خارجی که از این مرکز باقی مونده همین سازه بتونیشه و بقیهش به دست بزرگ مردان عرصه علم و فناوری کشورمون ساخته شده. خدا قوت، دمتون گرم. تا اینجای برنامه با راکتور تحقیقاتی تهران آشنا شدیم. از آقای دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، خبری خوش شنیدیم و با آقای دکتر زارعان گپ زدیم. 100% متریال، طراحی و اقداماتی که انجام شده بومی و با اتکا به دانش دوستان پیگیری شد و امروز رونمایی شد. در ادامه به آزمایشگاه‌های تولید رادیو دارو رفتیم و با نحوه خاص تولید و بسته‌بندی رادیو داروها آشنا شدیم. با دکترین هسته‌ای سازمان انرژی اتمی هم گفتگوی صمیمانه داشت. شاید خیلی از حتی کشورهای خارجی و طرف مذاکره کننده ما اصلا در این حد قبول نداشت که ما پیشرفت کردیم که محصولاتی با این کیفیت تولید کردیم، ولی الان خریدار محصولات ما شدن در این قضیه. خب الان میخوایم بریم به آزمایشگاه های تولید رادیو دارو. سالانه بیش از 1 میلیون نفر در کشور ما زندگیشون و رهایی از بیماری های خاصشون به تلاش این بنیانگذاران عرصه علم و فناوری کشور هم بسته است. بریم باهاشون آشنا شیم. با ما باشیم.
سلام. خوش آمدید. حالتون خوبه؟ اختیار دارید. راکتور معطل شدیم. بله اصلا مشکلی نیست. لطفاً اینا رو استفاده بکنید. ما برای اهمیت دقت در تولید رادیو داروها لازم هست که بعضی موارد بهداشتی و امنیتی رو رعایت بکنیم توی کارمون. ضمن خیر مقدم خدمت شما باید عرض کنم که مجموعه که شما الان درش حضور دارین مجموعه تولید رادیو داروهای راکتوره. همونجور که از اسمش پیداست این مجموعه کاملا وابسته است به تنها راکتور تحقیقاتی موجود در کشورمون که در تهران هست و رادیو داروها رو ما بر اساس نیازهای کشورمون از طریق همین راکتور به دست میاریم. مجموعه ما به 4 مجموعه دیگه تقسیم شده که بخش اولمون بخش پرتودهی ارتباط مستقیم داره با راکتور. اینجاست با این دستگاه ما کارهایی رو که در واقع داروهایی که تهیه می‌کنیم داخل همچین مجموعه تهیه می‌کنیم که من توی ادامه عرایزم حتما خدمتتون خواهم گفت. ولی سکشن به سکشن مجموعه ما متفاوت هست. در بخش پرتودهی که مستقیما با راکتور اتمی تهران در ارتباط هست ما بعضی از عناصر رو که مورد نیاز تولید داروامون هست به راکتور میسپریم، در راکتور پرتودهی میشه و ایزوتوپی که ما مد نظرمون هست در راکتور ایجاد میشه. منتها این لازم داره که طی یه فرایند دیگری این جداسازی صورت بگیره، چون همه اون ماده ای رو که ما دادیم به اونجا این تبدیل درش اتفاق نیفتاده و اون تعدادی که این اتفاق براش افتاده و به رادیو داروی مورد نظر ما تبدیل شدن باید حتما جداسازی بشن. لذا این فعالیت ها در درون این هاتسلا انجام میشن یا لیتسل که فضای کاملا ایمن و سیفی هستن، از جنس سرب ساخته شدن. حتی شما شیشه های بله حتی شیشه هایی که شما دارین میبینین در واقع شیشه ای که بهش سرب اضافه شده و در ما به اینا شیشه های سربی اطلاق میکنیم. دستک ها و تجهیزاتی که میبینید کاملا به ما اجازه میده به صورت غیر مستقیم با ماده رادیواکتیو در ارتباط باشیم. لذا بله شما میتونید داخلش رو ببینید. من یه بخش دیگر رو روشن کنم چراغاشونو. ما تقریبا تمام تولیداتمون داخل همین لیتسلا و هاتسلا انجام میشه. دلیلش هم این هست که بسیار ایمن هستن، اولا دارای فشار منفی هستن و ما هر گونه ماده رادیواکتیو به صورت گازی تثبیت بشه به راحتی اینجا میتونیم جمع‌آوری بکنیم. خود مجموعه آزمایشگاه‌های ما مجهز به یه فشار منفی دیگری هستن که در صورت حوادث اینجا هم تحت کنترل باشه. ضمناً ما دوستانی رو داریم که به طور مرتب در حین تولید ما کنار ما حضور دارن به اون با عنوان فیزیک بهداشت و وظیفه‌اش این است که پیوسته ما را از جهت آلودگی‌های محیطی، میزان دوز محیطی کنترل بکنن و ما بتونیم با خیال راحت در این محیط فعالیت بکنیم. قسمت‌های دیگه‌ای که من خدمتتون عرض نکردم بخش تولید رادیوداروهای درمانی ما هست، بخش تولید ژنراتور هست، ژنراتور تکنسیم 99 ام و بسته‌بندی که کلیه محصولات بعد از پایان کار بسته‌بندی میشن. بسته‌بندی خاصی داره؟ بله تولید رادیو داروها و کلن حمل و نقل مواد رادیواکتیو احتیاج داره در شرایط بسیار ویژه حمل و نقل بشه. اولا ماده رادیواکتیو داخل باز سرب جا به جا میشه. مگه این قرار نیست استفاده بشه؟ بله. چجور خطرناکه؟ علتش اینه که خطرش برای کسانیه که به اون احتیاج ندارن. چجوریه؟ یعنی مثلا تزریق میشه یا هم به صورت خوراکی اینا استفاده میشن هم به صورت تزریقی. در صورتی که تزریقی باشن حتما در محیط استریل تهیه شدن، چون هیچ نوع میکروبی نباید وارد بدن بیمار بشه. با ورود هر میکروبی میتونه ایجاد تبزایی و ناراحتی‌های دیگه بکنه که ما را از پروسه درمان اون بیمار دور میکنه. یعنی مثلا به فرض اگر من بیمار باشم برای من مشکلی نداره، ولی اگه شما سالم باشیم برای شما خطرناکه، درست؟ بله دقیقاً همینطوره. ما مواد رادیواکتیو دقیقاً داخل اینا می‌ریزیم و یه محلول سفید رنگ شما می‌بینین که از خواص داخلی اون اطلاعی ندارین، تولید کننده میدونه داخلش چی هست. من اگر یه نمونه ای از اینا رو به شما بخوام نشون بدم، در واقع ظرف سربیش به این شکل است
و ماده رادیواکتیو داخل این سوربه. ما این سوربه الان برش مقطعی دادیم برای اینکه قابل دیدن باشه فضای داخلیش، ولی اصل ماجرا اینه که ویال به این شکل داخلش قرار داره. نه، این به صورت نمونه تهیه شده و آب خالیه، ولی ماده رادیواکتیو هم تقریبا همین شکل داره و وقتی درون این قرار میگیره با توجه به دانسیته خیلی بالایی که جنس سرب داره میتونه جلوگیری کنه تشعشعاتش به بیرون و همونجور که شما میبینین خیلی سنگینه. خیلی سنگینه چون چجوری جاجون کردین؟ از بس ما اینجا کار کردیم با اینا به خاطر همین به راحتی اینا رو میتونیم، از وضعیتشون هم اطلاع داریم، به راحتی جابجا میکنیم. از رئیس آزمایشگاه پرسیدم شما در زمان تحریم‌ها چه می‌کردید؟ آیا فعالیت‌های خود را متوقف کرده بودید یا این اصلا باب نیست توی زمان تحریم دارو به کسی به کشوری ندن، ولی به ما نمی‌دادن. ما ناچار شدیم همینجا تقریبا همه دستگاه‌هامون رو به حدی بروز رسانی بکنیم که بتونیم نیاز داخلیمون رو پوشش بدیم و هم مهنانمون رو از رفتن به کشورهای دیگه برای درمان که بسیار پرهزینه خواهد بود کمک بکنیم این کار انجام ندن. و خوشبختانه این اتفاق افتاد و با توجه به امکانات وسیعی که اینجا تونستیم برپا بکنیم تمام این نیازا رو در داخل کشور پوشش دادیم. دکتر بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و معاون این سازمان که به گفته خودشون کسی تا حالا خندشون رو ندیده، اما ما ایشون رو خندیم. سخته لبخند زدن من کسی های تونست عکس خنددار ما رو گیر بیاره. بفرمایید دکتر، اینم عکس خندیدن شما. از آقای دکتر کمالبندی پرسیدم آیا بعد از برجام فعالیت های هسته‌ای ما تعطیل شده یا نه؟ و اصلا فعالیت های راکتور تهران چی هست؟ عرض شود که خب برجام یه تغییراتی رو ایجاد کرده که به نظر من یه تغییرات مثبت هست. یعنی جسارتا میخوام بدونم ما هنوز به اون خودکفاییمون ادامه میدیم یا اینکه دیگه احتیاجی نیست؟ بله، طبیعتا ما در حوزه های مختلف کار خودمون رو قرار هستش ادامه بدیم. ما تنها حوزه‌ای که محدودیتی قبول کردیم برای یه دوره غنی‌سازی هستش و تحقیق و توسعه در غیر از حوزه های این تعدادی که سانتریفیوژی که داریم، که البته اون تعداد سانتریفیوژی که در حال تغییر توسعه بوده مثل آیار 2M، آیار 4، آیار 5، آیار 6، آیار 8 اینا به اندازه کافی در واقع مشق شب برای 10 سال آینده هست. یعنی ما فرض کنید اگر برجام هم نمی بود یک سانتریفیوژ جدیدی مناسب نبود، درست نبود که وارد کار تغییر توسعه میکردیم. در مورد غنی‌سازی هم یه محدودیتی رو پذیرفتیم که این محدودیت هم بعداً رفع خواهد شد. ما برنامه 15 ساله رو ارائه کردیم، دادیم به آژانس، به کمیسیون مشترک طرفای غربی دادیم. افق 15 سالمون هم در غنی‌سازی مشخص هستش که ما حداقل به سطح صنعتی حداقل یک نیروگاه رو در سال 14 و 15 خواهیم رسید. از دکتر کمالبندی پرسیدم برنامه شما برای نیروگاه‌های دیگه هسته‌ای کشور چیه؟ ما در حوزه انرژی هم خب وارد شدیم، یه نیروگاه داریم، دو نیروگاه قراره بسازیم. در واقع کار اصلی نیروگاه بوشهر، درسته؟ بعد یه نیروگاه بوشهر رو داریم. به کار اصلی در همه این بحث غنی‌سازی و ارشاد که فعالیت‌های هسته‌ای این هستش که نهایتاً شما برق تولید کنید. البته فقط برق نیست، شما در ایزوتوپای رادیو داروها و اشیاء در کشاورزی در صنعت اینا هم استفاده میکنید، ولی اون بالک اصلی، اون در واقع بخش اصلی که استفاده میشه ازش در تکنولوژی هسته‌ای انرژی هست. باید تبدیلش بکنید به اون چیزی هم که شما از رادیو دارو گیر میارید انرژیه به صورت اشعه و اینها، ولی در اینجا شما انرژی که تبدیلش میکنید به برق، در واقع تبدیل به برق بشه. خب در واقع این مسیر اصلیش هست.
از دفتر دکتر کمالوندی سراغ واحد کیتسازی و بسته‌بندی داروها رفت. آزمایشگاهی که تشریف آوردید آزمایشگاه تهیه و تولید کیت‌های رادیوداروی. بعد از اینکه رادیوداروهایی مثل یود 131، مولیبدن و تکنسیوم 99N تولید شد، این رادیوداروها برای درمان و تشخیص استفاده میشن. از جمله رادیوداروهایی که برای تشخیص استفاده میشه تکنسیوم 99M که حاصل مولیبدن 99. تکنسیوم 6 ساعت نیمه عمر داره و شکل شیمیاییش محلول پرتکنیتات سدیمه. این رادیوداروی عمومیه، جذب خوبی تو غده تیروئید و غدد بزاقی داره. و همینطور تو تابلویی که ملاحظه می‌فرمایید کیت‌های رادیوداروی که به صورت اختصار نامگذاری شده. هر کدوم از اینا برای یک عضو مورد نظره و مورد عضو خاصی برای کارکرد یا تشخیص سلول‌های سرطانی استفاده میشن. مثلا تکنسیوم 99M، کمپلکس تکنسیوم 99M DTPA برای تشخیص دینامیک کلیه و تصویر برداری از کلیه استفاده میشه که کارکرد دینامیک کلیه رو ما بررسی میکنیم. درست. همونطور کیت دیگه ای که داریم MDP، متیلن دیفوسفونیک اسیده، که با تکنسیوم یک کمپلکس شیمیایی تشکیل میده، جذب استخوان میشه و تشخیص میدیم که متاستاز سلول های سرطانی رو استخوان رو به راحتی میتونیم تشخیص بدیم. تو تابلو شماتیکی که ملاحظه میفرمایید هول هوش 20 کیت ما اینجا تهیه و تولید میکنیم. کیت ها به صورت خشک و تحت خلا تهیه میشن، شاید استریل و پیروژن هم هستن، یعنی که تبضایی هم ندارن. دکتر حسین خلفی، رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، که باید سوالای فنیمون رو از ایشون می‌پرسیدیم. آقای دکتر، می‌خواستم بدونم که در حال حاضر ما در بحث به اصطلاح صنعت هسته‌ای کشورمون چقدر خودکفاییم و چقدر پیشرفت کردیم و چقدر به روزیم؟ الحمدلله اگر من بخوام سوال شما رو دقیق جواب بدم، بختانه امروز در جایگاهی هستیم که صادر کننده محصولات رادیو داروها هستیم به چندین کشور منطقه و حتی چندین نمونه به کشورهای اروپایی به عنوان نمونه ارسال کردیم که انشاءالله بعد از اخص تاییدی های بین المللی صادرات رو در این زمینه هم انشاءالله آغاز خواهیم کرد. زمینه سازی هاش انجام شده، نه بعضیاش قبل بوده، بعضیاش الان انجام شده. خوشبختانه بعد از این توافق یه مقدار زمینه همکاری های بین المللی باز شده و ما با توسعه در واقع سرعت بیشتری این توسعه رو انشاءالله خواهیم داشت. آقای فراسی، یه سوال میخواستم بدونم که امروز صنعت هسته‌ای کشور ما، حالا مثلا همین تولید رادیو داروها و حالا هر اتفاقی که تو این صنعت هسته‌ایمون داره میفته، در سطح کشورهای قدرتمند دنیا که صنعت هسته‌ای دارن هست یا نه؟ یعنی قابل قیاسه؟ میتونیم خودمونو با اونا باشون رقابت بکنیم یا نه؟ عرض کنم خدمت شما، فعالیت حوزه سلامت یک فعالیت بسیار حساس و بعضن فرایندها و پروتکل‌های بسیار پیچیده‌ای داره که تا اونها طی نشن اصلا این مورد قبول جامعه پزشکی و در واقع اون پروانه های لازم رو نمیتونه اخذ بکنه برای اینکه بتونه این کار انجام بده، به خصوص در سطح بین المللی. و عرض کنم خدمت شما، وقتی ما از صدور رادیو داروهامون داریم به خارج از کشور صحبت میکنیم، یعنی فعالیت ما در حد بین المللی است و با استفاده از اون پروتکل های بین المللی و عرض کنم خدمت شما شرایطی که باید ایجاد بشه برای تولید اینها، حتی برای حمل و نقل اینها، اینا داره در سطح بین المللی انجام میشه و خوشبختانه کشور الان و مجموعه صنعت هسته‌ای این افتخار رو داره که این سرویس ها رو داره در سطح بین المللی در بعضی از حوزه های خاص که الان مسیر باز شده داره انجام میده و برنامه داره که انشالله در سایر حوزه ها هم این کار رو انجام بده. شاید خیلی از حتی کشورهای خارجی و طرف مذاکره کننده ما اصلا در این حد قبول نداشت که ما پیشرفت کردیم، که محصولاتی با این کیفیت تولید کردیم، ولی الان خریدار محصولات ما شدن در این قضیه و خوشبختانه طوری مدیریت شده که ما تونستیم حتی اعتبارنامه ها و عرض کنم خدمت شما اون
به قول معروف لایسنس های لازم رو اخذ بکنیم از اونها و اینها رو صادر بکنیم. آقای تو یه سوالی که خدمتتون داشتم می‌خواستم بدونم که این آب سبک و سنگین چه فرقی با هم دیگه دارن؟ اصلا یعنی چی آب سبک آب سنگین؟ یعنی مثلا یه لیتر آب سبک با یه لیتر آب سنگین چه فرقی با وزنشون فرق میکنه؟ چجوری این؟ عرض کنم خدمت شما، حالا اینا یه سری به هر حال صحبت‌های شاید خود تخصصی تر هستش، ولی خب خواص ترموفیزیکی آب سنگین با آب سبک یکی هستش و فرمول شیمیاییشون رو هم عرض کنم خدمت شما، در واقع آب سبک H2O هستش و آب سنگین D2O هستش. یعنی H2O که همون آب سبک همین آب معمولی، بله، یعنی از دو تا در واقع اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن مولکول آب تشکیل میشه که ما میتونیم به هر حال اون رو لمس میکنیم و میبینیمش. و در آب سنگین به جای در واقع اتم هیدروژن از ایزوتوپ سنگین ترش، یعنی دوتریوم استفاده میشه. یعنی به جای اینکه دو تا اتم هیدروژن باشه، دو تا اتم دوتریوم با اکسیژن ترکیب میشن. خصوصیات ترموفیزیکیشون یکیه، ولی خب آب سنگین در مجاورت هوا سریع تجزیه میشه. این خودش نشون میده که یک تکنولوژی و فناوری خیلی بالایی برای تولیدش شما نیاز دارید، برای نگهداریش و استفادهش. آب تولید میشه؟ بله، آب تولید میشه. یعنی که مثلا عرض کنم خدمت شما، ایزوتوپای دوتریوم در واقع به مقدار بسیار کم، بسیار بسیار ناچیز در واقع در آب دریاها، در آب‌های سطحی و غیره وجود دارن و ما باید اینها رو جدا سازی بکنیم با روش‌هایی که وجود داره و در واقع اتم‌های دوتریوم رو جدا بکنیم. به فراوانی اتم‌های هیدروژن نیستن که ما بگیم که اینا در طبیعت به راحتی در واقع تولید میشن، بلکه هم تولیدشون، هم همون که عرض کردم فناوری نگهداریشون و استفادهشون در صنایع خیلی در واقع با اهمیت است. خب این برنامه از تهرانگردم تمام شد. من از طرف خودم و همه همکارم روز ملی فناوری هسته‌ای رو به همه گمنامان عزیز این عرصه و خانواده معظم شهدا و ملت بزرگ و شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. تهران رو با ما زندگی کنید. تا تهرانگرد دیگه، یا علی، خدا نگهدار. آقا خسته نباشید. یا علی، چکرم. تهران بزرگترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیت آن 8,244,535 نفر است و 25مین شهر پر جمعیت جهان به شمار می آید. مساحت این شهر 730 کیلومتر مربع است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و 27مین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. تهران، تهران، تهران. مردم از اقوام مختلفی در این شهر زندگی می کنند. در تهران مردم به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کنند. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجه تهرانی دارند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از کرد، آذربایجانی، گیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب و لور. تراکم جمعیت در تهران بیش از 10,700 تا بیش از 11,000 تن در هر کیلومتر مربع برآورد می شود که بنابر آمار 20مین شهر پرتراکم جهان است. تهران، تهران، تهران. شهر تهران در شمال ایران در کوهپایه‌های جنوبی رشته کوه البرز در حد فاصل طول جغرافیایی 51 درجه و 2 دقیقه شرقی تا 51 درجه و 36 دقیقه شرقی به طول تقریبی 50 کیلومتر و عرض جغرافیایی 35 درجه و 34 دقیقه شمالی تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی به عرض تقریبی 30 کیلومتر گسترده شده است. تهران، تهران، تهران.